شما تا مدت ها دیتای قیمتی که نداری نمیتونی مثلا تحلیل تکنیکال روش بزنی. بازار سردرگمه، داره میره. و از این داستان کوین متریک رو بذارید من ببینم. آها، اینجا هم همونطور که میبینید من اینم برای شما همین دیگه، کوین متریک کوریلیشن، کوین متریک کوریلیشن. آها، کوریلیشن چارت رو براتون بزنم. همین سفر رو میاره. در خصوص آی سی او ها تا این صفحه واسه بگم، آی سی او های ریسک است، هر که بامش بیش برفت بیشتر میارزه ها بهش فکر کن. دنبال اینم که دارم با یه مؤسسه خیلی معتبری توی همین حوزه که گزارش های درجه یک تهیه میکنه، قیمت هم دورهاش خیلی گرونه هم گزارشاش خیلی گرونه، دارم مذاکره میکنم ببینم بتونم مثلا ازشون این خدمات رو بگیریم که بتونیم این گزارش رو مثلا اینجا فارسیش کنیم بعد بدیم دست بچه ایرانی که خیلی هم جا موندن از بازار کریپتو، به اونا بدیم. میدونی که ما یه محدودیتی هم که تو کریپتو داریم چیه، این داستان KYC که خیلیاشو به ماها نمیدن. حالا علایال از همه اینا بگذریم، شما فرض کنیم شما یه راه حلی پیدا میکنیم، اگر اون پیدا بتونم اون مسیر رو بیارم حتما روی تلگرام و اینستا بهتون اطلاع رسانی میکنم و بتونیم از این تیکیه مثلا خیلی هم عدد گونده ای نمیخوام بیاری تو بازار رو، مثلا اندازه 2 تا اتر، 1 اتر، چون اکثرش رو پلتفرم اتریوم هست دیگه، رو بلاکچین اتریوم هست، بریم تو این بازیه شاید یه چیز خوبی گیرمون بیاد. اینا هم میدونیم ROI مثلا چند هزار درصدیه، خود اتر رو ببینید ROIش نگاه کنید، عدد تو دوره قبلی گفتیم دیگه چند هزار درصدی میشه. خب من برگردم به همین صفحه. بله ببینید اینجا کوریلیشن چارت رو به ما داره میگه، من میتونم اینجا سلکت بکنم هر ارز دیگه ای که مد نظرم هست و بیام این حتی استار هم میتونم باهاش نگاه کنم، بیام ببینم که به چه صورتیه، میتونم نمودار مورد نظرم رو تغییر بدم و حتی اینجا correlation return لوگاریتمی پیرسون اسپیرمن، اینا خاطرتون هست دیگه، بذارید من یه دونه رو باز کنم، فرمولا ویور نتورک چارت. مثلا میگم BTC لینک، این هم فکر میکنم مسئله فیلتر شکنه داره که یه خورده با ما سر ناسازگاری داره میذاره. داره وضعیت ارتباط این دوتا رو با هم میسنجه، همونطوری گفتم از حتی یه بازه هم منفی شده اینجا، این مربوط به سال 2000 می 2016 بعد دیگه اینجا این اتفاق نیفتاده و همینطور که میبینید این ارتباط اومده بعضا زیاد شده بعضا ضعیف شده و برای ترکیب چینش سبد به دردمون خیلی میخوره. اینم که با هم دیدیم، اینم مربوط به کوریلش. این سایت بیت اینفو چارت بسیار با ارزشمنده، پیشنهاد میکنم حتما این رو دقیق بررسیش بکنید، هم چارت هم پرایس هم کوریلشن دیتایی که این تو خوابیده، دیتا بسیار بسیار با ارزشی ازش میتونید استفاده بکنید، فراموشش نکنید.
یه ویدیو کامل در خصوص این تو کانال یوتیوب هم گذاشتن. دوستان از یوتیوب من که استفاده میکنن که حتما حتما بهش بچسبید دوستان. یوتیوب قسمت چیزی داره، یه برنامه براش داره، انشالله یه مقداری از دل این تولید محتوا اینا که برای کلاساس در بیام، میخوام توی اون یوتیوب یکی دو تا از این آدمایی که به درد بخور هستن رو بیاریم ببینیم میشه باشون یه گپی بزنیم، چون به هر حال تجربه اونا خیلی 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 قوی تر از ما هست، ابزارهای خیلی باحالتری هم دارن تو بازارشون، شاید بشه با هم یه برنامه مثلا نیم ساعته یه ساعته داشته باشیم که داریم در حال رایزنی هستیم بابت این موضوع. من اینه که دیگه توضیح دادم و ببندم، ATH هم که براتون گذاشتم فکر میکنم، اگر نه یه بار دیگه کپیش بکنم بحثه. این مقاله هم که گذاشتم اینا رو هم توضیح دادم به همین منوال، فیرنگریدم گذاشتم. خب بریم سراغ استوب کنم، بریم سراغ داکیومنتمون. این داکیومنت هم اینجا گذاشتم، میتونید دانلود کنید، فایل پی دی افش داشته باشین. علائم سقوط رو با هم دیدیم، ضریب همبستگی رو توضیح دادم، پیرسون هم ندیدین دیگه، اسپیرمن و پیرسون از نمونه های بارز این کاربرد همبستگی در بازار مالی بسیار بسیار گسترده هست. متاسفانه یکی از درسایی که خیلی موقع ها بهش توجه نمیشد توی دانشگاه و توی حالا دوره دبیرستان، همین تیکه آمار فوق العاده جذابی هست. دوستی دارم در حوزه دکترای حوزه آمار داره، اتفاقا چند روز پیش بهش میگفتم بیا یه مقدار کاربردی، اتفاقا ریاضی کاربردی هم خوندنشون، خیلی آدم واردی هست و قابل احترام، گفتم بیا یه خود جنس مالیش کن که حداقل بشه کاربردی از این زاویه دید توی این حوزه ها که خیلی با ارزش. میدونی که نرم افزارهای مختلفی وجود داره، فارغ از نرم افزار که ما اصلا بحثمون کار نرم افزار توی این نیست، فقط اون کانسپت کوریلیشن امثال هم به دردمون میخوره توی معامله گری و خصوصا بازارهای مالی. پرکتیس استراتژی برای الگوریتم های معاملاتی رو، این رو من فقط اینجا به عنوان سرفصل مطرحش میکنم، سرفصلی که فقط یه اشاره بهش باشه، چرا که شما رو پرکتیس استراتژی یک پلان بسیار بسیار خوبی رو توی وبسایت، کدوم وبسایت بود دیدین؟ تو وبسایت تریدینگ ویو بود، به راحتی میتونستین برین، حتی سرویس هم میتونستین بخرین، بهتون گفتم با ایرانی کارت این سایت این تیپی که به جای شما میرن میخرن شارژ میکنن، یه ذره مثلا یه کارمزدی همین وسط از شما میگیرن که ارزش دارد بکنید این کار. اگر شما داری عددهای خوبی میاری میخوای گین درست بگیری، بعد لازم این کار بکنید. تو بکتیس استراتژی تو قسمت تریدینگ ویو با هم کلی صحبت کرده بودیم، دیدیم اینو بارها بارها در دوره مقدماتی، یعنی همون دوره 0 تا 100 گفته شد، فقط اینجا به عنوان یک به قول معروف خواستیم یه بار دیگه ذهنمون رو تازه بکنیم مطرحش کردم. ویدیویی در این خصوص هم تو کانال یوتیوب گذاشتم، ازش استفاده بکنید اگر رو بکتس استراتژی نمیدونید چیزی، حتی معاملات کاغذی هم توضیح داده شده، تو همین کلاس هم گفتم. استخراج بیت کوین با هم قبلا صحبت کردیم، فقط میخوایم یه بار با هم اینا رو مرور کنیم. 21 میلیون 20 میدونید چرا 21 میلیون بود دیگه، درسته؟ گفتیم سر این کلاسه که اون عنوان دنیا و حجم پولی که تو دنیا وجود داشت دیگه، هر 10 دقیقه هم یه بلوک تولید میشه، بعضن زودتر و بعضن دیرتر، بابت هر بلوک هم پاداش داده میشه و هر 200,000 تا بلوک هم تقریبا 4 سال طول میکشه و اینا هم که دیگه تقریبا میگم 2140 به اتمام میرسه. داستان هافینگ رو با هم مطرح کرده بودیم قبلا، یه شرط اصلی در بیت کوین هستش، ابزاری برای کنترل قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فوق العاده. اگر این فرض کنیم ساتوشی ناکاموتو یه آدم باشه یا یه تیم باشه، حتی به نظر من یک گروه اقتصادی فوق العاده قوی توش کار میکردن، که چون همون ابتدا هم این 23 میلیون نریخته، بعد اومده با این بازیه قشنگش کرده و روشی هم برای با ارزش تر کردن و گرون تر کردن بیت کوین هست، عملا به ما کمک میکنه که
بتونیم یک مسیر سرمایه‌گذاری خوب براش متصور باشیم. تو اواسط شهر اردیبهشت ماه امسال بود که هافینگ سوم بیت انجام شد، از 12.5 به 6.25. یه مصاحبه من جای انجام دادم به عنوان مثلا یکی از فعالین هم حوزه کریپتوکارنسی، گفته بودم این بازار رشد میکنه. اون موقع شما بیت کوین مثلا با 90 تومن 100 تومن 120 تومن میشد خرید، که الان با 1.200 نمیشه خرید. پس یه سرمایه‌گذاری 1000% به نظرم ارزش اینو داره که هر چند سال یه بار آدم فکرش بیفته که هافینگ داره انجام میشه، بودم پولامو قلکم بشکنم پولامو بیارم این تو. آره منم شنیدم این ایلان ماسک، آره یه شوخیه، ولی کاری که ایلان ماسک داره میکنه، دیدین که گفته 2 تا بیت یه تسلا، یادتونه تو قسمت چیز با هم دیدیم لوکس بازای کریپتوکارنسی تو دوره 0 تا 100 رفتیم سراغ یه مرجعی هم بهتون دادم، گفتم 250 تا بیزینس یونیت آورده، گفته مثلا معروف ترین جواهر الماس و طلا و اینجور چیزا توی دنیا حتی با بیت میزنه معاملاتشو. شما تور لاکچری میتونی دور آفریقا بخری با بیت بخری، شهریه دانشگاه رو با بیت بزنی، اکانت به فرض این نتفلیکس تو با بیت تمدید بکنی، غذاتو با بیت کوین بخری، ماشینای لوکس با بیت کوین و و و و و. ایلان ماسک با این کاری که داره میکنه به نظر من این وارن بافتو رد کرد که هیچی، خودشو تثبیت میکنه بالای سر جف بزوس و به عنوان پولدارترین خواهد بود. یک مقاله ای رو ببخشید و من اینا رو میگم چون دلم نمیاد الان 8 تا 20 دقیقه شد میخوام هم آنتراک ندم بهتون. اوکی حالا همگی خوبه دیگه، آنتراک ندیم دیگه. خدا رو شکر همه پر انرژی. مطمئنی 5 دقیقه خوبه؟ ببینید یه اتفاق باحالی داره میفته، اینکه داره سرویس بر اساس بیت کوین هم قابل ارائه میشه و کسب و کارا دارن میسن که این کارو بکنن. امروز خوندم اوبر، سلام وقتتون بخیر، اوبر شبیه قطعا میدونید صدای من میادش هستین، اوبر هم یک چیزی مثل یعنی تا جایی که من مثل اون یعنی استفاده کردم اینترنتی. یک سایتی که خود مردم میان حالا جایی که برای اقامت دارن پرداخت هایی که بهش میذارن و حالا بقیه میتونن ملاحظه کنن شرایطی هم میذاره. دوستان کسی هست با ایر بی ام بی بیزینسش آشنا باشه؟ قیمتی هم که هست میکروفونش رو باز کنم که من فقط آب بخورم شما توضیح بدید که میان اون مکانهای غزال اگر یا دوستان دیگه که دارن پیام می نویسن اگر هر کدوم میتونن رو ای بی ام بی اندازه مثلا 2 دقیقه توضیح بدن من میکروفون باز بکنم. هر کی براش امکان پذیره رایسند بزنه من براش فعالش میکنم که اونها ممنون. قانون قضا من فعال کردم میکروفون شما رو، توضیح شما رو در مورد ای بی ام بی میشنم. خواهش میکنم بعد عرض کردم که ویژگیش هم نسبت به چیزهای دیگه اینه که همه مدلی توش داره، حالا هم یه اتاق خیلی بله بله عرض و قیمت بله. بخواد آدم توش پیدا کنه داره، هم یه جای خیلی مجلل بخواد پیدا کنه و محدودیت زمانی و اینجور چیزها هم نداره. همه بله بله کاملا درست اشاره کردن، برای کرایه خونه است، یعنی عملا اومده پاشو گذاشته.